سلام به تو دوست عزیز که عاشق آشپزی هستی و منم عاشق تو. امروز میخوام بهت یکی از معروفترین سوپهای دنیا رو یاد بدم که شاید خیلی ها تجربهش نکرده باشن. طعم فوق‌العاده بی نظیر اون عطر و طعم و آشپزی ناب ایتالیایی، سوپ گوجه. همراه من باش تا آخر این ویدیو تا یه سوپ درجه یک بهت یاد بدم. قبل از هر چیزی یه نکته بگم، مقدار دقیق مواد اولیه واسه تمامی ویدیوهای کانال داخل توضیحات زیر ویدیو هستش، میتونید از اونجا برش دارید. یه کوچولو هم گله دارم ازتون که کامنت ها خیلی ضعیفه نسبت به بازدید ویدیو. اگر میخواید از من حمایت کنید، حتی شده یه قلب کوچولو توی کامنت ها بذارید که ویدئامون بیاد بالا، بیشتر دیده بشه. با این کار ما قوی میشیم، میتونیم روز به روز خدمات بهتر و ویدئوهای بهتری رو ارائه بدیم و برای شما بسازیم. بریم سراغ مواد اولیه سوپ گوجه فرنگی ایتالیایی، یکی از خوبای جهانه. خب اینجا من گوجه فرنگیایی رو دارم که پوستشون رو گرفتم. سعی کنید از گوجه فرنگیای خیلی قرمز و رسیده استفاده بکنید. آب قلم دارم، شما میتونید از آب قلم، آب گوشت یا حتی عصاره گوشت استفاده بکنید. فقط دقت کنید که عصاره گوشت ها نمک زیادی دارن، سوپتون تو نمک دقت کنید شور نشه. کره حیوانی به همراه رب گوجه فرنگی، آرد گندم، جعفری های ساتوری شده، پیاز رنده شده که یه خوردم آبشو گرفتم، به همراه روغن، شکر، میخک، نمک، فلفل سیاه و جای چی توی این آشپزی ایتالیایی خالیه؟ پودر سیر. میتونید از روغن زیتون هم استفاده بکنید که دیگه مستقیم برید مرکز روم. بریم ادامه کار. اول گوجه ها رو با این آب قلممون قشنگ میذاریم میپزه، بذارید قشنگ برای خودشون حال کنن تا ما بریم ادامه کار. این ترکیب کره و روغنه که گذاشتم. یه ذره روغن می‌ریزیم که کرمون نسوزه. پیازو بهش اضافه می‌کنم. پیازو قشنگ توی این کره و روغن بذارید که سر حال بیاد مشتی. نمکم بهش اضافه میکنم. همیشه بهتون گفتم نمک باعث میشه قند پیاز آزاد بشه، پیازتون خیلی سبک میشه و یه دست سرخ میشه. پیازمون سبک شد، بقیه ادویه هامونم بهش اضافه میکنیم. میخک، فلفل سیاه، پودر سیر. خب یه تفت کوچیک بدید که این عطر ادویه قشنگ از روی تابه بلند بشه. و این عطر میخک فوق‌العاده است. حالا الان موقعشه که رب رو بهش اضافه کنیم. این رب هم قشنگ تفتش میدیم که بوی خامیش گرفته بشه و با این عطر پیاز و این ادویه های جادویی که زدیم بهش قشنگ خوش عطر بشه. این سوپ رو واسه روش از ریحون تازه هم میتونید استفاده کنید. تفت دادن هم دقت کنید بچه ها، تو اصطلاح آشپزی وقتی حرف از تفت دادن میشه یعنی چیزی که روی تابه با حد اکثر شعله داره سرخ میشه و شما دائم دارید اونو همش میزنید، به این میگن تفت دادن. خب حالا نوبت اینه که آرد رو بهش اضافه کنیم. آردش هم همین آرد گندمه، یه آرد خیلی ساده. قشنگ آردم تفت بدید که این بوی خامی آرد گرفته بشه، این واسه اون قوامشه. یه سوپ درجه یکه، متفاوت، شیک، خیلی با کلاس و حرفه‌ای. خب نگاه کنید الان تقریبا گوجه ها پخته، اینو میذاریمش کنار که یه خورده خنک‌تر بشه، بعد میریزیمش توی میکسر یا مخلوط کن
با اون موادی که داشتیم قشنگ یه دست بشه. فقط الان موادشو من بهش اضافه میکنم که تا رو شعله و داغه این خیلی راحت تر خودشو باز میکنه. نگاه کنید اینو میذاریم داخلش. به به، حالا هم میزنیم. کسایی هم که میکسر یا بلندر ندارن میتونن گوجه هاشو در بیارن، گوجه هاشو بکوبن یا بذارن خنکشه، رنده خیلی ریز بکنن یا لهش کنن با تهی لیوان، دوباره بهش اضافهش بکنن. به به، قوامو ببین چی شد. خب موادمونو میریزیم داخل یه دونه بلندر، حالا میزنیمش که یه دست بشه. خب مواد سوپمون قشنگ ترکیب شد و یه دست شد. حالا میره توی یه دونه قابلمه که میذاریم قشنگ ریز جوش بزنه تا اون به اون غلیظت و قوامی که میخوایم برسه. بعدش دیگه آماده است که این سوپ درجه یک رو سروش بکنیم. حتما روش موقع سرو یه خورده روغن زیتونم بریزید که نگم براتون فوق‌العاده میشه. خب نگاه کنید سوپمون قشنگ دیگه جا افتاده و داره بپر بپر میکنه. الان وقتشه که شکرش رو بهش اضافه کنیم. شکر رو که اضافه کنید تقریبا یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم زمان میبره، بعد آماده سرو. نگاه کنید این غلیظت رو میخواییم، نه خیلی رقیق نه خیلی غلیظ. به به، بریم که سروش کنیم سوپ گوجه ایتالیایی درجه یک. خب اینم از سوپ گوجمون. گفتم یه دونه روغن زیتونه باحال بیاید روش. به به، یه خوردم از این جعفری‌های خورد شده واسه وسطش. تقدیم به نگاه زیبای شما یه غذای فوق‌العاده درجه یک در حد بهترین هتل‌ها، بهترین کافه‌ها، حرفه‌ای‌ترین رستوران‌ها با یه رسیپی فوق‌العاده. از دستش نده، حتما درستش بکن و امتحانش بکن. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. لایک و کامنت فراموش نشه، حتی شده یه دونه قلب کوچولو برای من بذار تا تعداد کامنتامون بره بالا و بیشتر ویدئامون دیده بشه. سوالی، نظری، نقطه نظری، اگه کسی تخصص بیشتری داره حتما تو کامنت ها بذاره که بقیه هم استفاده بکنن. مثل همشه یاد نره که خیلی دوستت دارم. تا درودی دیگه، بدرود.